کپی پیستیه. نه کپی پیستی، اصلا نمیدونه چیکار کرده. استاندارد نویسی اینی که شما دارید میبینید، این به این حالت. بهترین حالت این ازش که استاندارد نویسی رو به این صورت بکنید. اینو چیه؟ اینو غیر مرسوم، من جایی ندیدم. اینو برای سی هن. این برای سیه. اگه سی کار کرده باشید، اینو برای سیه. اسکنف و پرینتف و اینا انجام میده. کسی دیگه از اینه استفاده نمیکنه. لذا حالا این پایتون 3 و 7 بود، داره پایتون 2 و 7 که یه چیز فاجعه ای بود، اصلا یه قالبای عجیب غریب میده. شاید خیلی از اون پایتون 2 و 7 داره کپی میکنه میاد استفاده میکنه، نمیدونه که چیکار داره میکنه. خب بریم کم کم سراغ شرط ها. خب شرط ها خیلی مهم هستن و خودتون هم دیگه میدونید که توی همه پروژه ما اصلا شرط ها رو داریم، اصل کاندیشن ها ازش. فقط شرط ها توی پایتون یه مقدار فرق میکنه قیافش. شرط ها مثل ایفی که توی اصطلاحا توی سی و چه میدونم توی جاوا و اینا استفاده میکردیم واقعا نیستش. شما توی سی پلاس پلاس و سی و جاوا و پایتون پی اچ پی و اینا میومدید اینجا یه ایف میذاشتید، یه پرانداز باز و بسته، و چیکار میکردید؟ کاندیشن میذاشتید. خب شرایط، شرایط هم میتونه یه جمله باشه، یعنی مثلا چه میدونم 10 بزرگتر از 20 اند، یا دوتا امپرساین مثلا 20 بزرگتر از 30. خب این خراب کردیه، این فالسه، این هم فالسه، صفر در صفر یا فالس در فالس میشه چی؟ فالس. و اصلا اینجا کد رو اجرا نمی کنه. خب آره دقیقا فالس میشه. ولی خب تو پایتون قالب داره استفاده کردن از ایف، باید شما شرایطش رو ایجاد بکنید. اگه شرایطش اشتباه می‌نویسید یک سر شروع می‌کنه به نحوه تمپلیت شما گیر دادن. شما ایف رو می‌نویسید، نیاز به پرانتز نداره. به طور مثال فرض کن من میام اینجا میگم که ایکس اینت مثلا اینپوت، هر بگردم میگم که پلیز اینتر it is inter number x و سه تا نقطه، یه دارم کنترل دی میزنم این رو میکنم y، این رو هم میکنم y، دو تا متغیر در واقع گرفتم. برمیگردم میگم که if، اگر دیگه کامپیر ها رو یاد گرفتیم دیگه، درسته؟ کامپیر ها چیا بودن؟ دو مساوی چیکار میکنه؟ سمت راست رو با سمت چپ مقایسه میکنه. اگه دیتا که داخلش رو مدید یکسان باشه true برمیگرد. نامساوی، بزرگتر، کوچیکتر، بزرگتر مساوی، کوچیکتر مساوی، دیگه چی داشتیم؟ همین. خوبی پایتون این هستش که همین شیشتا رو برای کامپیر بیشتر نداره. حالا پی اچ پی این هم داره، جاوا اسکریپت اینا رو هم داره. اینا تایپ هم بررسی میکنه یه مقدار. آره تایپ هم بررسی، نه این نداره، این پایتون نداره. بزرگتر مساوی، کوچکتر مساوی، کوچکتر، بزرگتر، نامساوی و مساوی. دقیقا من میتونم اینجا برگردم بگم x مساوی با y بود. اینجا بریس باز و بسته ندارید توی پایتون، اصلا فرقش هم همینه. دو نقطه، دو نقطه میزنید اینتر. خب حواستون باشه وقتی که اینتر میزنید، ببینید پایتون نمیفهمه شما دارید if رو استفاده میکنید، بعد قالبش رو پیاده بکنید. if رو تو پایتون اگه میاد میذارید اینجا، حالا شرایط رو میذارید، دو نقطه میزنید، از این ایفی که اینجا میبینید بعد چهار تا اسپیس به سمت داخل باشید، یا اصطلاحا یه تب بزنید. به این صورت هستش، یعنی میاد اینجا قالبش به این شکله، یه تب میزنید، مینویسید مثلا چی؟ print x مثلا equal y. خب الان کنترل آلت ال رو من میزنم، این بذارم کنترل زد بذارم اینجا یه دفعه دقت بکنید. اینو درست نویسی هم خیلی مهمه توی جت برین، توی پایتون میگه متغیرها رو به عناصر نچسبونید. ببینید زیرش داره خط میندازه، نیاز نیست حفظ بکنید، این نرم افزار خودش قابلیت داره. کنترل آلت ال رو میزنید خودش مرتب فرمتشو درست میکنه. نشینیم کلا اینا رو درست بکنیم، اصلا وقت دور اینو نه و خودتون بذارید. بعد بدونید ما نمیگیم حالا مثلا دو نقطه دیدید برید داخل نگاه کنید، چون ایف یه بریس باز داشته یه بریس بسته. خب اینا رو حذف کرده.
دو نقطه گذاشته، چون این میخواد بفهمه کدی که اینجا چی هستش در واقع نوشته شده، برای اینکه بفهمه این کد متعلق به این ایف هستش، یعنی در واقع تو حوزه این ایف هستش. میگه یه دونه تب بزنید به جلو که من متوجه بشم شما این کدی که اینجا وجود داره در واقع حاصل تورو شدن ایکس از ایگرگ است و شما در واقع وابسته هستید به این. وقتی این رو نمیذارید شروع میکنه ایرور دادن. ایرورش چیه؟ اگر روش نها کن، داره میگه که indent accepted. میگه من انتظار دارم شما چکار کنی؟ آره، یه دونه indent به سمت جلو بزن. indent میشه چی؟ یه تب. یه تب میزنی رو به جلو، مشکلش حل میشه. حالا من shift alt f10 رو میذارم و ران رو میگیرم. اینجا منتظر شما یه ورودی بذاریم. من میذارم 20. این رو هم میذارم 20. چی برگردون؟ گفتش y equal در واقع x. چه اتفاقی افتاد؟ من گفتم 20 مساوی 20. دو تا مساوی میذاریدم. 20 مساوی 20. بله. ترو چیکار میکنه؟ یعنی شما اولا اگه تو این ایفه گزینه ترو رو بذارید، این ترو تیش بزرگه، ترو رو بذارید اصلا بدونین که بیاد چک بکنه تو ایف وارد میشه. شیفت آلت اف رو بزن. اینجا مثلا من میذارم 200، این هم میذارم 300. اصلا هیچ ربطی نداره. چرا؟ چون اینجا رو من ترو کردم. اینه این ازش که این در بازه، بعد هر که اون پایین وایستده برگردم میگم میتونید بیایید بالا بدونین که چکش بکنم، همه میان تو این. الان اینجا شما اگه تا قیام قیامت اینجا کد داشته باشه شیفت آلت اف رو بزنید، اصلا براش اینجا ایکس ایگر گرفتم مهم نیستش. شما بزن 100، این رو بزن 200، همه رو نگاه کن اومد چیکار کرد چاپ کرد، براش مهم نیست. ولی اینجا من میخوام شرط چک کنم. برمیگردم میگم اگر x مساوی y بود، alt در واقع alt کنترل alt l رو میزنم، اومد چیکار میکنه؟ میگه من چک میکنم ببینم اول x مساوی y هستش. اگر بودش من میام اینجا این دیتا رو برای شما چاپش میکنم. مثلا من اینجا میذارم 20، این رو میذارم 21. معلومه با هم دیگه یکسان نیستن، پس اولا داخل if وارد نمیشه. حالا اگر من میمدم اینجا یه دونه پرینت میکردم مثلا hello world، چه اتفاقی میفته؟ بعد از اینکه این کد ها میومد تموم میشه، یعنی در واقع میاد اینجا چک میکنه ببینه اگه اوکی بود، میاد اینه چکش میکنه، در واقع چاپش میکنه، بعدش میاد این خط بعدی رو چاپ میکنه و هیچ ربطی به اصطلاحا این ایف بالا نداره. یه مقدار بدقلقه. خب این بدقلقی پایتون اوایلش اذیت میکنه، ولی بعد اصطلاحا ما میگیم تو ذهنتون باید بشینه. چه جوری؟ مثلا خیلی از بچه‌ها اشتباهی که میکنن، برمیگردن میگن چرا این پرینتر تو الان گذاشتی اینجا ارور نمیده. خب ببین اینجا یه کد شما براش گذاشتی، خب این خالی نیست. عین چی میمونه؟ عین این میمونه که شما اینجا ایف رو گذاشتی، پرانتز باز و بسته، این رو گذاشتی، مثلا اینجا هم یه کنترل سی من میذارم، این رو اینجا گذاشتی، الان نکن یه دارم کنترل سی من میذارم، اینجا یه کنترل وی میذارم، عین چی میمونه؟ حالا من این رو کامنتش کنم. اینجا حکم شبیه به سی میمونه. توی سی یا سی پلاس پلاس، تو جاوا، سی شارپ، چه میدونم پی اچ پی، اصلا مهم نیست این تو باشه یا تو نباشه، چون تو بریس باز و بسته هستش داره میگه تو این بلاکه. اگر این تورو شد داخل این میاد اینجا رو اجرا میکنه، اگر نشد میاد این خط بعدی رو اجرا میکنه. ولی اینجا شما اولا داری چیکار میکنی؟ از طریق ایندنت داری میفهمونی که این در واقع انگار تو بریس باز و بسته هستش، وقتی که بیاد تورو بشه میاد این رو میخونه و بعدش هم میاد، اصلا ربطی به این خط کد نداره. آره، یه دستور جدا. من میاد این هلو ورده رو اجرا میکنه، کنترل آلت ال رو میزنیم، باشه کنترل آلت شیفت آلت اف ده، من همه رو قاطی میکنم. این رو میاد میگه الان 20، این هم میگم 20، میرن که ایگرگ گفت ایکس ایکوال در واقع ایگرگ، اومد هلو ورد رو هم چاپ کرد. حالا میرن میگم شیفت آلت اف ده، اینو میزنم 21، اینو میزنم 23، هیچ ربطی نداره. 21 و 23 با هم دیگه مساوی نیستن، اصلا این رو اجرا نمیکنه، پس اومدش دقیقا خط بعدیش اجرا کرد، با هلو ورد رو چاپ کرد. در مورد این اگه خب میره توی این، یعنی انگار داره عملا برمیگرده بهش میگه که آره نها کنید. دقیقا الان یه میزنم 20، این هم بزنم 20، اومد این دوتا رو چاپ کرد و این دوتا در واقع الان متعلقن به این ایفه. بعدش هم خود دوتا رو میزنه، اگه مساوی نباشه دیگه چاپ نمی کنه. نه الان بزن شما مثلا این رو 20، اینو 21 چاپ نمی کنه. اون که آره،
اون حالت اول بود که بدون تب بود پایینیه، دوباره آره. مصابی بود دو تا چاپ میکردی ها، بیان دو تا چاپ میکنی. نه دیگه الان اگه این تورو نباشه اینو چاپ نمیکنه. تورو میکنه که خب ببینید رندر خطیه دیگه، میاد اینجا اینو میگیره، اینو میگیره، اینو چک میکنه، اینو تورو. خب بذار کاری بکنه، دیباگ کردن بهتر راه. اصلا ما اصلا گیرم بلد نیستیم نمیدونم چی به چیه. من میام اینجا این کفش دوزک رو میزنم، اینجا دیباگ رو فعال میکنم، میام اینجا تو قسمت دیباگر و رفرش رو میزنم، بیا دیباگر شروع کنه. دیباگر الان اینجاست تو کنسول، نگاه بکنید منتظر هستش که بیاد دیباگر شروع کنه به کار کردن. یه خط میزنم میرم جلو، کانکت تو دیباگر، میگه کانکتینگ. چرا مشکلش چیه؟ کانکت دیگه. خب بذار من قطعش کنم. آها پایینش بود، یه ذره اینا رو خب دیباگر میگه پایتون دیباگر اکستنشن اویلیبل اینستال. یه دونه جدید آورده، ما حالا اینو نصب نمی کنم. خب این جدیده رو باید نصب کنیم، این گاهی قدیمیه چیز شده از کار افتاده. یه شیفت آلت اف 10 رو بزنی، سوپر ریترن بزنی. خب اینو الان من نگهش میدارم، الان از این راه در واقع استارت کنی. خب کنسول نه نه مشکل بدی که. خب بیام اینجا من این رو استوپن ریترن بکنم، این رو بذاریم مثلا 20، اینم بذاریم 20. اوکی نمیتونیم دیباگرمون فعال بکنم، دیباگرم بعد چیز جدید نصب. آره حالا بذار نه نصبش بکنم. این اصلا ادامه برنامه است. آره بکنم نصب شد. آره نگاه کنید من الان اینجام، این خطم، یه میرم رو به جلو، کنسول داره برمیگه به اون بالا، دقت نکنید بعد این ریستارت بکنم اوکی بشه، داره میگه نامبر رو وارد کنم، برمیگردم میگم 20 زدم. الان اگه بیاید تو این دیباگر یه دونه وریبل درست شد به نام چقدر x، توی رم مقدارش 20ه، خودش هم داره میگه تایپش از نوع اینت. خب میرم بعدی، الان منتظر برم خط بعد. اینجا رو میگم انقدر این خوبه، این جت پرینس قشنگ همه کارتون رو خط به خط نشون میده. میرید بعدی، الان اینجا کنسول فراخونی میکنه، میگه ایگرگ رو میخواد چند بده، میدم 20. این رو میزنم، الان مقدارش 20ه. الان میاد اینجا روی نگهداری، نگاه کن بولین داره خودش به هم میگرده، میگه 20 مساوی 20 تروه. یعنی اصلا شما اصلا سواد برنامه‌نویسی هم نداشته باشه، قشنگ میتونی رو همین نرم افزار بری رو به جلو خط به خط بخونی ببینی داره چیکار میکنه. میری رو به جلو، الان این ترو رو برمیگردونه. خب اگه ترو وارد شد چیکار میکنه؟ میاد این خط رو بعد بخونه دیگه. میرم جلو ببینین خط رو خون، الان توی دیباگر توی کنسول اینجا بعد الان چیکار کنه؟ این رو چاپ کرد، حالا این خط رو بعد بخونه. میریم جلو این خط رو چاپ کرد و هلو ورلد و تمام شد. یعنی قشنگ خط به خط این. ولی اگه من مقدار رو در واقع مقدار 20 میدادم، یکی 21 میدادم، تورو نمیشد، از روی ایشون میپرید، فقط این خط رو اجرا میشد. همه چیز تو برنامه‌نویسی خطیه، خط به خط بعد بخونیم میایم پایین.